دیگر مدت هاست دم عید نه لب شط پای نخل ها صفایی دارد و نه لب کارون نغمه خوشی. این کارون این روز هاست و پل معروفش در اهواز. شب عید است و تکاپوی خرید سال نو، اما گرد و غبار شدید امان همه را بریده. آلودگی هوا در خوزستان به 50 برابر حد مجاز رسیده و اکثر شهرهای این استان را 2 روز زودتر از آغاز سال نو تعطیل کرده. تا چند سال پیش این گرد و غبار فقط در خوزستان و چند استان مجاور بود، اما حالا به استانهای دورتر هم رسیده. همین چندی پیش به قم، تهران، سنندج و حتی قزوین هم رسید. امسال از خوزستان شروع شد و به چهارمحال و بختیاری، فارس، لرستان و حتی تا سیستان و بلوچستان هم رسیده. مبدأ این گرد و غبار از بیابانهای جنوب عراق است. تمرکز مقامات عراقی بر مسائل سیاسی و اقتصادی مانع توجه آنها به مسائل محیط زیستی شده است. با افزایش گرد و غبار در استانهای ایران، مقامهای جمهوری اسلامی نشستهایی با طرف عراقی برگزار کردند تا با پاشاندن مالچ و مازوت بر بیابانها و تقویت پوشش گیاهی مشکل گرد و غبار این بیابانها حل شود. اما هنوز این مشکل حل نشده و گرد و غبار امسال به 20 استان ایران رسیده. محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران: حداقل 5 سال طول میکشه که 1 میلیون هکتار با اعتبار 1.2 میلیارد دلار در عراق کار تثبیت شنهای روان انجام بشود. به رغم وعده های مقام های دولتی، هیچ چشم اندازی از حل مشکل گرد و غبار در کوتاه مدت وجود ندارد. در این بین برخی مثل مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، دولت را مقصر اصلی آلودگی هوا می دانند. شهرهای بزرگ ایران با مشکل آلودگی هوا مواجهند و پدیده ی گرد و غبار مشکل را دوچندان کرده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، حدود 10 میلیارد دلار خسارت ناشی از آلودگی هوای سال گذشته در کلان شهرهای ایران بوده. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.